جواد ظریف در مصاحبه با خبرگزاری رسمی رژیم درباره سیاست آمریکا در قبال حکومت آخوندی گفت برخلاف اینکه ترامپ شرط استخدام بولتون را شروع نکردن جنگ دیگری دانسته بود اما آقای بولتون سیاست دیگری را دنبال می کند. وزیر خارجه رژیم اضافه کرد هفته گذشته پومپئو حتی اقدامات غیرقانونی برای سرنگونی جمهوری اسلامی را رد نکرد جواد ظریف با سرخوردگی از سازوکار مالی اروپایی گفت اروپایی ها یک سال فرصت داشتند و متاسفانه اقدام عملی نکردند جواد ظریف که سفرش به آمریکا و ترفند مبادله زندانیان برای گشودن باب مراوده با شکست و فضیحت روبرو شده است در پاسخ به سؤالی راجع به واکنش جرمی هانت که پیشنهاد ظریف را یک دسیسه کثیف توصیف کرده بود به نحو موسهکی گفت او بی جهت خود را وارد این موضع کرد ظریف در پاسخ به این سوال خبرگزاری ایرنا که انتخاب فاکس نیوز برای ارسال پیام خاصی بود گفت برای پیام ویژه‌ای نبود این کار پیام ویژه مصاحبه با فاکس نیوز در حالی است که ظریف در این مصاحبه با درماندگی برای پیدا کردن راهی با رئیس جمهور آمریکا تقلا می کند و با سخافت تلاش می کند تا حساب جان بولتون مشاور امنیت ملی را از دونالد ترامپ جدا نموده و اتهام جنگ و تغییر رژیم را متوجه بولتون سازد که در اجتماعات مجاهدین و مقاومت ایران سخنرانی کرده است. وزیر خارجه آخوندها در مصاحبه با فاکس نیوز گفت بولتون و بن سلمان و بن و اسرائیل میخواهند رژیم ایران را تغییر دهند. آنها میخواهند آمریکا را به جنگ بکشانند و در آن منفعت دارند. ولی پرزیدنت ترامپ خواستار این نیست. زیرا در کارزار انتخاباتی قول داد آمریکا را وارد جنگ دیگری نکند. اما نیت پرزیدنت ترامپ این است که فشار ماکسیموم وارد کند تا رژیم ایران به زانو در بیاید و تسلیم شود. So you think it's Israel, Bolton, Saudi Arabia, and United Arab Emirates, all trying to exercise regime change? Uh, at least, at least they want. Uh, they have all shown. an interest in dragging the united states into a conflict i do not believe that president trump wants to do that I, I believe president trump ran on a campaign promise of not bringing the united states into another war but i believe president trump's intention to put pressure the policy of maximum pressure on iran in order to bring iran to its knees به این ترتیب وزیر خارجه آخوندها در سفر به آمریکا قبل از هر چیز خواهان کسب اطمینان از این است که آمریکا با رژیم وارد قهر و جنگ نخواهد شد. خامنه ای سیاست خود را بر این اساس تنظیم کرده بود که آمریکا با رژیم وارد جنگ نمی شود و رژیم هم مذاکره نمی کند تا دوره ترامپ به سرایت. آخوند روحانی نیز اخیرا کارگزاران رژیم را که تسلی داد که ترامپ رفتنی است. سیاست رژیم بر این بوده است که به امید نرسیدن ترامپ به دور دوم ریاست جمهوری هر طور شده با روی کرده از این ستون به آن ستون خود را تا پایان دوره اول بکشاند.